یا به میخواد تصویری مگنومت باشه یا فرکانسی باشه یه اثر داره. شکل حرکت هم به همین صورته، به جلو، به بغل و به عقب. حالا منابعی مثل میخا یا مثل منابع فلزات مغناطیسی یا اونایی که آهنربا جذبشون میکنن میتونه رو سیستم اثر بذاره، یعنی بیاد لکه رنگ بیاره بالا، و فلزاتی هم مانند طلا میتونن این کارو بکنن. البته اینو بگم، باید دستگاه فلزیاب تصویری طلای جدید رو بگیره که بتونه طلای قدیمی رو هم بگیره، چون از نظر مولکولی تغییری ایجاد نمیشه، فقط افزایش انرژی دارن تر فلزات طلای قدیمی. مثلا یک فلز با ارزش ماننده همین یا طلا هم بعد لکه رنگ خودش رو بالا بده، حالا میخواد جدید باشه یا قدیم. حالا قدیمی ها منظمتر و مرتبتر و بهترن و اصولا دو لکه رنگ منظمن. حالا تو جدید فلز طلای جدید امکان داره اون تصویر منظم نباشه. ببینید شما روش حرکتتون رو میتونید باز با فاصله های زیاد انجام بدید یا بسته با فاصله های کمتر. همه اینا انجام شدنیه، ولی همه اینا باید منظم باشه تا بهترین شرایط لکه رنگ رو بالا بده، چون منظم حرکت کردن لکه رنگ های منظم رو هم میده، ولی به هم ریختگی در نوع لکه رنگ بیشترش میتونه از چند جنبه باشه. یکی حرکت ناصحیح یا فاصله های ناصحیح، یکی دیگه از جنسیت زمین یا نوع خاک. لکه رنگا منظم میان به این صورت. ببینید اینجا هم پروانه‌ای مثلثی داریم هم شیش گوش. حالا این لکه رنگا میتونه از به هم ریختگی زمین یا آلودگی زمین باشه، یا حتی میتونه از بدگام برداشتن باشه. البته تنظیمات ناصحیح هم این نوع لکه رنگا رو شکل میده. در هر صورت هر نوع تنظیمی که شما رو سیستمتون میکنید روی برآمده یا برآمده شدن لکه رنگا یا شکل لکه رنگا یا منظم بودن لکه رنگا اثر میذاره. ببینید یک ردیف به سمت جلو رفت، بغل و به عقب. میگم مهم نیست این به صورت مگنومتری باشه یا به صورت فرکانسی باشه، یعنی از سنسورهای فرکانسی استفاده شده باشه. سنسورهای فرکانسی اصولا تو دسته اولتراسونیکا، نوری حرارتی ها و مادون قرمز. حالا شکل حرکتی رو مجدد اینجا توضیح داده میشه. ببینید این شکل حرکتی روش منظمش باید روی خطوط باشه. این فواصل رو اگه رعایت کنید خیلی مهمه. حالا بعضیا 20 سانت میخوان، 30 سانت میخوان، 50 سانت میخوان، این به اندازه بزرگی و کوچیکی هدفتون هم بستگی داره. البته تو بعضی دستگاه‌ها با هم متفاوته. حالا تو مگنومترا زیاد تفاوتی نمیکنه، ولی تو فرکانسیا میتونید حتی جاهای کوچیک هم به اندازه کوچیک بگیرید و به اندازه پالس یا گام تعیین شده‌تون حرکت رو کوچیک کنید، یعنی فاصله بین گام ها یا حرکت ها رو بین پیکسل هایی که ظاهر میشه کوچیک کنید یا کم کنید. تو عملیات جستجو که تو صحنه اصلی کار دقت عمل خیلی مهمه، ولی توی زمان تمرین شاید یه مقدار خطاهایی بکنید و قابل رفع باشه، ولی صحنه اصلی کار هم دقت عمل میخواد، هم تنظیمات صحیح میخواد. ببینید اون دستگاهی که تنظیمات دارن بهترین کارایی رو بالا میدن. شما میتونید مثلا رو فرکانسی آیزید رو بدین، ترشورد رو بدین، ریکاوری اسید، استاتی اسپید، شرایط مطلوب رو برای تشخیص ایجاد کنید. تو این شرایط مطلوب شما وقتی که بالاترین انرژی رو تو فرکانسی میگیرید بهترین لکه رنگ رو میده، و اصولا برای هدف با ارزشی مثل این دو تا لکه رنگ بالا میاد، و میتونید تو سیگنالاتون یا تنظیمات نرم افزاریتون تغییرات بدید و بفهمید آیا این یه فلز مغناطیسی یا آهنی مانند اینه یا یک فلز یا یک منبع از جنس دیگه ایه که همون مثل طلا یا فلزات با ارزشه. حتی میتونید تو فرکانسی ها حفره رو تعیین کنید تو ادیتر شد که تشخیص بدید این حفره هست، جای خالیه، مساله ساختمانیه، مواد لوله است، چیه؟ اینا البته همه به تجربه اپراتور در تنظیمات بستگی داره.